خوش آنان که ماشین را ندیدند، سوار خر به مقصدها رسیدند. خوش آنان که وانت خرشان بود، کنار در طویله درشان بود. چه خوش بود روزگار خر سواری، درشکه بود و اسبی بود و گاری. پژو پارس رضاخان نرخرش بود، دو کابین رجب کور از ترش بود. عوض نیسان میرزای شاطر، به گاری بسته می شد جفت قاطر. نه کس در خانه اش پارکینگ خر داشت، نه از بیمه نه از لاستیک خبر داشت. نه بی خود کس به خرها گیر می داد، نه یک خر عده‌ای را زیر می داد. خری راه خری را سد نمی کرد، چرا قرمز را خری رد نمی کرد. راننده خر حواسش فرت نمی شد، کسی با خر به در رد پرت نمی شد. کجا تا حال شنیده کس خبری، که خورده شاخ به شاخ خری به خری. سفر با خر اگر چه که دراز بود، ولی کوتاه‌تر از صفهای گاز بود. نه از بنزین نه از گاز بود خبرها، نداشتیم دود در اکسوز خرها. اگر هم اکسوز خری گشاد بود، کمکی باز به تولید گشاد بود. خداییش خرسواری خیلی خوب بود، کلاج و ترمزش یک تیک کچوب بود. نه تکچرخی نه ویراجی نه بوغی، نه سبقت نه ترافیک شلوغی. نه خرتازی خر بود در بیابان، نه سرعتگیر خر بود در خیابان. همه از خر می کردیم استفاده، نداشتیم این همه فیس و افاده. خر پولدار و بی پول مثل هم بود، اگر هم خر نمی داشتی چه غم بود. فقط کولر نبود در روی خرها، ولی سر بود به دودا بوی خرها. خر مشتی رجب با این که شل بود، ده کوچه مثل آژانس محل بود. بلخی بسته بود بر در باغش، با کار داشتی میرفتی به سراغش. خر ما پالونش بسیار شیک بود، با اوسار فرمونش هم هیدرولیک بود. اگر چی جنس پالونش نمد بود، سواریش بهتر از هر ال نمد بود. دوگانه سوز نبود، کاه بود سوختش، ولی بنک میزد بابام فروختش. به جای این همه سیستم و سیدی، فقط عرعر خر میشنیدی. در اینجا گفته باشم تا بخندی، خر ما عرعرش بود مثل اندی. صدای مچخر دوستم دفومن، شبی بود به صدای کامران هومن. همون مهدی چه خوش بود روزگارش، امیدوارم بشیم بازم سوارش. مهدی عمو مهدی بخشید.